سلام گرم من از واشنگتن به شما دوستداران برنامه دو روز اول که هر شنبه و یک شنبه ساعت 9 شب از تلویزیون صدای آمریکا در سراسر جهان پخش می شود. مهمان امشب دو روز اول در استودیوی ما در وست وود لس آنجلس آقای عطاالله خرم هستند، از اساتید موسیقی ایران که تقریبا برای هر خواننده‌ای که فکرش رو بکنی دوستان عزیز آهنگ ساختند. دقایقی دیگر گفتگومون رو با استاد خرم درباره یک عمر تلاش خستگی ناپذیر ایشون برای پیشبرد موسیقی ایران حتی در سالهای بعد از انقلاب در غربت آغاز خواهیم کرد و البته و صد البته سوالات کتبی و تلفنی شما رو هم با آقای خرم در میان خواهیم گذاشت. عطاالله خرم متولد سال 1305 در شهر تبریز است. او که اولین رهبر ارکستر جاز رادیو ایران بود، نوازنده ویولون و ترانه‌ساز ایرانی است. خرم از جوانی به راهنمایی دایی خود ایرج کسمایی با موسیقی آشنا شد. وی از کلاس‌های آزاد شبانه هنرستان عالی موسیقی و روبیک گریگوریان و یوسف زاده استفاده نمود و مدتی نیز با گریگوریان و ابوالحسن صبا همکاری کرد. وی با نوازندگی اغلب سازها از جمله ویولون، ستار، پیانو و عود آشنایی دارد. عرض کنم بزرگتون که اولین شاگرد من اگه تعجب نمی کنی که حتما جانه می دونی خانم الهه بوده. در مدت متجاوز از 50 سال تدریس شاگردان بسیاری را پرورش داده و همچنین 12 تن از خوانندگان مشهور ایران همچون الهه و رامش را پرورده و به شهرت رسانده است. عطاالله خرم بیش از 450 ترانه برای خوانندگانی چون دلکش، ویگن، عارف، راشین، گوگوش، پوران، الهه، رامش و بسیاری دیگر نوشته و ساخته است که در زمان خود بسیار مورد استقبال قرار گرفت. چند ترانه از این میان هنوز خاطره انگیز و دلپذیر مانده است. از میان این ترانه ها شاه دوماد، بارون بارونه، شکوفه ها، پریا با صدای ویگن، تصنیف مگنه با صدای استاد محمد رضا شجریان، در هوای قفس با صدای همیرا، عشق دروغ با صدای هایده و رفتم با صدای ویگن و الهه است. در سالهای اخیر عطاالله خرم که سازنده 6 ستار و 2 عدد تار است در لس آنجلس ساکن بوده و چند جلد کتاب در مورد تاریخ موسیقی ایران منتشر کرده است. کتاب‌هایی چون ترانه‌های ملی که 6 بار در ایران تجدید چاپ شده و 100 گلستان موسیقی که برای دومین بار تجدید چاپ شده است. استاد عطاالله خرم سلام به شما در لس آنجلس، بسیار خوش آمدید به دو روز اول در صدای آمریکا. سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان گرامی، هموطنهای عزیز، به فردم فردشون سلام عرض میکنم، دلم برای همهشون تنگ شده. خب آقای خرم، با چند تا از جوانهای ایرانی در داخل و خارج کشور که صحبت میکردم دیروز ازشون پرسیدم آیا شما رو میشناسن که پاسخشون مثبت بود. بعد ازشون پرسیدم که فکر میکنید چند درصد از جوانان ایران عطاالله خرم رو میشناسن. میدونید پاسخ چی بود آقای خرم؟ بله بفرمایید. نه شما بگین، فکر میکنید چند درصد میشناسن شما رو؟ والا نمیتونم حد بزنم، چون میدونی جوان که میفرمایید ما الان کارمون تقریبا 30 سال گذشته. بله. بلکه بیشتر، 30 سال که در غربتیم. اینی که جوانای زیر 30 سال ما رو نمیشناسن زیاد. اتفاقا حالا همین رو می‌خواستم خدمتتون بگم. این یکی که من باهاشون صحبت می‌کردم همه زیر 30 سالن و جالب اینه که 60 تا 70 درصد، این درست عددی بود که عجیبه. این جوان‌ها به من گفتن. بله. عجیبه. خوشحالم کردین. حالا فکر می‌کنم بفرمایید. عرض کنم زیاد البته خیلی تماس میگیرن از ایران با من. باور نمیتونیم بفرمین که همین جوان ها که من اصلا نه ما رو دیدن نه چیزی. مثلا یک آقایی داریم به نام سیامک، یادم رفته، در این جوان مرتب تلفن میکنه تا
تمام آهنگای منو داره، حتی چند تا هم که خودم آهنگ نداشتم برام فرستاده. بله چه جالب. خب حالا فکر میکنم آقای خرم بعد از برنامه امشب تقریبا همه جوانای ایرانی با شما آشنا بشن. من افتخار میکنم به وجود تمام جوانا و اینا رو میبینم، شاهد هستم که چه فعالیتی میکنن و همشون واقعا آدم تعجب میکنه که اینقدر با استعداد جوانای ایرانی اینجا که خودتون ملاحظه فرمودید که ماشاءالله شهردار چیز بیورلیز ایرانی، نمیدونم اون آقای چیز آقای خاوری مثلا داره فرماندار چیز میشه کجاست؟ ایالت فلوریدا. فلوریدا بله. فلوریدا. خب واقعا یه خانمی دیگه دیدم در سی ان ان 22-23 سال ماشاءالله خانم خوشگل فلان جایزه چی رو برده، خودش هم کارگردان اونجا شده، 6 ماه همش کار کرده. بله. آدم افتخار میکنه به این جوانا دیگه، واقعا لذت میبرم من وقتی اینا رو میبینم. بله. آقای خرم خودتون هیچ وقت فکر میکردید این همه در داخل ایران ناماشنا باشین و در این حال محبوب؟ باور کنید نه. البته خب بعضی آثار من مثلا کتابایی که چاپ کردم تا حالا 6 بار تجدید چاپ شده، ترانه های ملی ایران. خب این خبر خوبی بود، معلوم مردم دوست دارم ما را. بله. ما هم دوستشون داریم. خب این در مورد کتاباتون بیشتر صحبت میکنیم، به خصوص این کتاب گلستان موسیقی ایران قد بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد. چند سال از ایران دوریده استاد خرم؟ من عرض کنم حضورتون که سال 1979 ایران ترک کردم، البته به طور موقت، یعنی همه چیزمو گذاشتم اومدم و همون گذاشتن که با اجازه شما خونه ما رو برداشتن، یه چند نفر کلاش سند درست کردن فلان اینا که الان 6 طبقه ساختن، هر طبقه رو خونه 4 بیلیون میارزه. بله. 4 بیلیون نظر خواهم 6 بیلیون 6 بیلیون میارزه. البته بنده پولدار نبودم، باور کنید من تو اون خونه خودم عملگی کردم، کارگری کردم، ساختم، اغلب چیزاشو با دست خودم ساختم. بله. ولی خب گرفتن ماشاءالله، بیا نامه هم نوشیم با آقای رئیس جمهور، اصلا جواب نداد. نامه نوشیم با آقای رهبر، ایشون هم جواب نداد. خب حالا امشب حتما صدای شما رو میشنوم و شاید دادخواهی بکنن آقای خرم از شما. انشالله امیدواریم. هیچ به فکر بازگشت افتادیم و حتی برای یک بازدید کوتاه شاید؟ والله من میدونی که کسالت داشتم، عمل قلب داشتم، دکتر اجازه نداد. الانم خیلی دلم میخواد که بگه سری بزنم ولی نمیتونم، برای اینکه وضع مزاجیم یه طوری نیست که بتونم چندین ساعت تو هواپیما بشینم. بله. البته سالم هستم شکر خدا، ورزشو ادامه میدم، موسیقی ادامه میدم، ولی نمیتونم مثلا چند ساعت بشینم تو هواپیما برم. ان شاءالله که یه ترتیب بدیم بریم، بالاخره بایست برم دیگه، دلم تنگ شده. خب امیدواریم که با آرزوتون برسید در این مورد. آیه بیوگرافیتون رو که میخوندم دیدم شما رئیس ارکستر جاز رادیو ایران بودیده، ممکنه برامون از اون دوران بگین چطور شما رو برای این پست انتخاب کردن آقای خرم؟ عرض کنم حضور محترمتون که زمان جناب معینیان میدونی که خیلی انضباط برقرار بود، ما ارکستری داشتیم، عرض کنم بله این تصویرم دارم میبینم، مال 1340 این حدود است. بله بله بله. عرض کنم بزرگتون که ارکستری داشتیم که اجازه بدید اسمشون رو بیارم، آقای پرویز مقصدی، کیمرس کریمی، منوچهر بگلری، بیژن آزرمی، شادروان، عرض کنم اونیک، بالاخره آقای زاون. بله. این اعضای ارکستر بودن. ما میوریم کارمون نمی کردیم، اول که پول نمی گرفتیم هیچی، بعدن که دیدیم که نه دیگه خیلی جدیه، باید ما مرتب هر هفته آهنگ بدیم. عرض کنم بزرگتون که نامه نوشتم که قربون آخه این بچه ها یه دفعه دو دفعه مجانی می هم می زنن، ولی دیگه همیشه نمیشه. بالاخره جناب معینیان که همیشه مواظب بود به کارا رو قشنگ خودشون رسیدگی میکردن، دستور دادن که یه ارکستر تشکیل بشه، بنده هم سرپرستش بشم، به نام ارکستر جاز رادیو ایران. بله.
که هم چهرهایی که بهتون گفتم اینا با ما همکاری میکردن و همشون دیگه یواش یواش حقوق میگرفتن. منتها حقوق حالا چقدر میگرفتن؟ بنده که رئیس ارکستر بودم عرض کنم حضورتون ماهی 120 تومن میگرفتم. خیلی پول بود اون موقع نبود؟ بله. نه خیلی پول نبود ولی بعد رقمی بود بالاخره. به قول خدا بیامرزه مرحوم استاد سوارا گفت پول درشکه. یه پول درشکه بود. بله بله. یادمه که استاد سبا وقتی که دعوت فرمودن ما رفتیم تو ارکسترشون هم توی سخن کردن گفتن آقا جون یه کار چیزی که میخواییم بکنیم هنریه میخواییم بکنیم زیاد توقع نداشته باشه فقط یه پول درشکه جان پول درشکه میگرفتیم. بله بله. این تصویرش هست تو کتاب با مرحوم سبا. بله اگه بشه. خب البته همه تصاویری که ما نداریم بعضی از تصاویر رو نشون میدیم و دوست داریم که شما هم توضیح بدین چون شما عکس رو اونجا میتونید ببینید و بگین این دقیقا عکس مربوط به چه دورانی بله. هست. بله چشم اتوات میشه. خب آقای خرم بله. اگر اجازه بدید بله. چون ما یه چند تا از این آهنگای شما رو به صورت مدلی در آوردیم و میخواییم در طول برنامه پخش کنیم، اجازه بدید اولین مدلی رو با هم ببینیم و بعد به گفتگومون با شما در لس آنجلس ادامه بدیم. آقای خرم بنده در خدمتتون حاضرم، هر طور که شما اراده بفرمایید بنده در خدمتتونم. خواهش میکنم. آقای خرم قبل از اینکه این مدلی آماده پخش بشه 450 تا آهنگ ساختیم برای تقریبا هر خواننده معروف ایرانی، درسته؟ بله تقریبا با اکثر خواننده ها من آهنگ دادم. بله. به اضافه کسایی که بنده یه برنامه داشتم به نام آلبوم رنگی. آها. نمیدونم این نامه میومد گونی گونی که تو من کلاس هم گذاشته بودم این گونی ها رو. بله. همینطور نامه مردم مینوشتن. خب اجازه بدید اولین مدلی رو با هم میبینیم و بعد در مورد اون کلاس هم بیشتر صحبت خواهیم کرد. بله باش بفرمید. بله با هم میبینیم. پس به ابلغ زین کنم تنگ غروب سوار بشم نهار کنم فرار کنم پس به ابلغ زین کنم تنگ غروب سوار بشم فرار کنم فرار کنم بعد از این افسان کم ترگو از بهاران گذشته ای دریغا بر نمیگردم روزگاران گذشته ای دریغا بر نمیگردم روزگاران گذشته چه کنم برا تو تنگ دلم چه تو طاقت بیارم زیر بار کوه خب آقای خرم می‌خواستین در مورد اون برنامه صحبت می‌کنیم گفتین گونه گونه نامه می‌آوردن می‌خواین ادامه بدین صحبتاتون رو عرض کنم زورتون با همین یه برنامه موفقی بود خیلی موفق که من با گوگوش اومدم کنسرت بدم آمریکا دیگه طول کشید 3-4 ماه ما اینجا موندیم سالن خالی بشه تا کنسرت بدیم بالاخره اون برنامه از بین رفت دیگه بله اون ترانه خواب که الان پخش کردیم مثل که اولین کار گوگوش بود که از رادیو ایران پخش شده بله 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 گوگوش هم عرض کنم من بردم رادیو اتفاقا قبولش نمی کردم می گفتن کافه می خونه گفتم آقا ویگن هم می خونه دلکش هم می خونه بالاخره گفتن یه برنامه بذار فقط کافیه من بردم برنامه تو جیسم آلبوم رنگی پخش کردم هنوز آلبوم رنگی پخش نشد این بعد برنامه‌های دیگه اومدن بالاخره کوگوش یواش یواش رفت چارش پیدا کرد بله خب آیه خرم با 450 خواننده همکاری داشتید کدوم یکی از این خواننده ها همکاری باشون براتون دلپذیرتر بوده میتونید بگین امشب برای ما عرض کنم حضور ناظرینتون که 450 نفر نبودن 450 تا آهنگ 450 اشخاص بله. مختلف بله بله. در حدود 25 30 تا خواننده بله بله جمعا
عرض کنم بزرگتی پر واضحه که من بیشتر کارم با ویگن بوده و معروفترین آهنگ ویگن رو من ساختم. 170 تا آهنگ اگر اشتباه نکنیم، درسته؟ حدود 170 تا آهنگ برای ویگن ساختید، بله؟ والا من نشمردم، شما کی شمردید؟ یکی از این بیوگرافیا که در اینترنت هست، این عکس هم که ملازم میفرمایید الان روی چیزه، خانم من بود در خونه مرحوم، معذرت بخوام، در خونه خانم همیرا. آها بله. زمان عروسیشون بود. بله. بله. یه عکس یادگاری بود. خب میفرمودید کدوم همکاری با کدوم یک از این 27 خواننده دلپذیرتر بود؟ والا از نظر من نمیدونم، از نظر هنری میفرمایید، اخلاقی میفرمایید، از هر نظری، مثلا به جامل شرایط بخوایم صحبت بکنیم، کدوم خواننده بیشتر؟ خب ما فر اون که واضحه، من با ویگن هم همکار بودم هم خیلی دوست بودیم، به طوری که مثلا ویگن شب با خانوش دعوا میکرد، میومد من بکشون بر ببینم میگیره پلو من میخوام. بله. از این شوری داشتیم، خدا بیامرزش روحش شاد. اون وقت واقعا ویگن تنها خواننده‌ای که بود که نظیرش نیومده و به این زودی هم نخواهد اومد. من ویگن، معذرت خواهم، این به اصطلاح خارج از چیز دارم میگم، گوش میکردم اندره رو صداشو، یه آهنگی میخوند که ویگن هم میخوند، خدای من گواه، باور کنید من نگاه کردم دیدم ویگن کجا، اندره کجا. اندره با تمام شهرتش، با تمام این کنسرواتورهایی که دیده، معلمین خوب که داشته، ولی ویگن خود ساخته این آهنگ چیز بود، کدوم آهنگ بود که اونم خوند اینم خوند. من نگاه کردم دیدم اگه مثلا به ویگن 20 بدم، به چیز باعث 17 بدم. عجب. به آندره. عجب. بله. اینجوری واقعا ویگن یک تک خواننده بود که دیگه نظیرش به این زودی اقلا نخواهد بود. حدیده بود. هیچ کس جرأت نکرد. هیچ کس جرأت نکرد آهنگایی رو بازسازی بکنه با خونه. که میدونم نمیدونم موفق بشه. خب حالا آقای عطاله خورم، وقتی شما صحبت میکنین یه عکس خیلی جالب از شما دیدیم در رامسر مثل که این عکس گرفته شده، میخواین توضیح بدین در موردش؟ بله، عرض کنم ما بیشتر با ویگم میخواستیم حساب کتابامون رو درست کنیم، که کارامون رو تنظیم بکنیم فلان، نه هیچ وقت وقت نداشتیم. اغلب باور کنید مثلا شب تو ماشین میخوابیدیم یکی دو ساعت. بالاخره قرار داشتیم بریم رامسر، خانواده رو هم ورزشیم، رفتیم رامسر. خب پرواز بود، ساعت 10 صبح گفتیم بریم یه خورده شنا بکنیم. این عکس اونجاست. بله. در بیوگرافیتون باز آمده بود که الهه اولین شاگردتون بوده. هیچ فکر میکردید روزی خانم الهه به چنان درجه از شهرت برسه؟ باور کنید نه. ولی خب صدای خدا بیامرزه، روح شاد، صدای قشنگی داشت، خیلی دلنشین، به بغضی تو صداش بود که این همه رو میگرفت. بله. روح شاد. بله. من واقعا خیلی متاسفم، خیلی متاسفم که الهه رو نداریم. در خارج از کشور هم چند نام رو شما به شهرت رسوندید، فکر میکنم خانم بهارک باشه یکی از اونها، درسته؟ بله بله، خانم بهارک. بله. یکی از شاگردان خوب منه که واقعا تقریبا تکمیل کارش، هم آواز ایرانی، هم جاز، هم انگلیسی، همه چی میخونه. بله. ولی ادامه نداد، نمیدونم کارش. خب آیه خورم، اگر اجازه بدید یک مدیه دیگه داریم پخش میخوایم بکنیم از خانم گوگوش، با هم میبینیم و بعد در مورد کتابتون هم میخواستیم صحبتی بکنیم. خواهش میکنم. خب آقای خرم، بعد نیست یه مقایسه بکنیم بین کارهایی که خودتون برای گوگوش ساختین بعد از قبل از انقلاب و کارهایی که گوگوش در خارج از کشور این 7-8-10 سال اخیر انجام داده، چه تفاوتهایی ببینید؟ آیا واقعا این کارها مثل کارهای قبل از انقلاب میتونه ماندگار بشه به نظر شما؟ اتفاقا من نمیخواستم از شما بپرسم، که از مردم بپرسید. آها. چرا؟ من اگه حرفی بزنم از خودم تعریف کردم، ولی مردم
بهترین قاضی هستن، همیشه نظری که میدن the best. ببینید الان کدوم آهنگ بیگن مذارت خواهم گوگوش تو دهناست؟ هیچ کدوم. چرا؟ اغلب آهنگ شعراش مادرس مجهوله. اصلا آدم نمیفهم چی میگه، راجب چی میگه. اون وقت جمله بندی آهنگ سازی آخه یه حساب کتابی داره. خواهش میکنم. آهنگسازی حساب کتاب داره، اصلا جمله های آهنگین درست نیست، ملودی ها درست نیست. اینی که در دل ننشسته متاسفانه. گوگوش باعث حالا کار ندارم، با این همه محبت کردیم، رادیو بردیم، آهنگ دادیم بهش فلان، اینا یه دور تلفن به من نکرده از وقت اومده. بله. سراغ از ما نگرفت اصلا، مثل اینکه همچه کسی وجود نداشت. کار نداره، اشکال نداره. ولی خب این میتونست در این موقعیت که پیدا کرده که 20,000 نفر تماشاچی میاد میبینتش، بهترین کارا رو بکنه در سطح جهانی. بله. بنده نظرم اینه، نمیدونم، البته مردم بهتر از من میتونن. البته کنسرتی که الان در گوش و کنار جهان انجام میده خانم گوش، همون آهنگای دوران قبل از انقلابش رو اجرا میکنه آیه خورم، کنسرت خاطرات، آهنگای خاطرات. والله من چون نرفتم نرفتم کنسرتاش، عرض کنم حضورتون که آخه اینا برخلاف چی در خارجی ها وقتی که چیز میشن پیشکسوتا رو همیشه دو تا بلیت میفرستن، میگن آقا شما اون تشریف بیارید. بله. ولی اینا که ایرانی از این کارا بلد نیستن که، هیچ وقت هیچ کدومشون. خب حالا شما چرا خودتون شما چرا خودتون بلیت نمیخرین بین آقای خورم؟ من بلیت بخرم؟ بله. والله من زور دارم که برم گوگوش بلیت بخرم، برم بیرون در بسی. بله. خیلی خوب، بسیار خوب. آقای خورم داشتم این کتاب گلستان موسیقی ایران شما رو ورق می‌زدم، توجه می‌کنی؟ اولا یه سوال داشتم، چطور یک آهنگساز پرکاری مثل شما به فکر نگارش این کتاب افتاد؟ میشه قدری توضیح بدید شما خودتون؟ عرض کنم حضورتون که من از جوانی تصمیم داشتم یک کتابی بنویسم، یه اثری بذارم و شروع کردم به جمع‌آوری از خیلی سالها پیش. همینطور اینا رو جمع کردم. وقتی هم که میمدم آمریکا اینا برداشتم آوردم، یه مقدارم مونده بود که خانمم بعدن آورد. بله. اینا نشستم 7 سال تمام، عرض کنم حضورتون که این کتاب نوشتم. خوشبختانه خیلی استقبال شد. در خود کتاب نمیدونم ملاحظه فرمودید یا نه، اغلب دکترای درجه یک این کتاب خریدن و تعریف کردن که من خطشون رو گذاشتم اونجا. حالا کار ندارم، یکی از این کتاب ها رو به یک آقایی دادیم که برنامه سازه. عرض کنم حضورتون که گفت جلدش قشنگ بود، در سای که آقای بله آقای کینه ایه اسمشو نمیارم. بله بله. کسیست که ایش وقت من تو برنامهاش نرفتم. بله بله. بله گفت جلدش خیلی قشنگه. گفت خیلی متشکرم که اقلا این چیزی فرمودید که جلدش قشنگه. عرض کنم حضور نازنینتون که آقای میبودی، چرا تو رو درواسی بکنم، آقای میبودی گفتم فقط جلدش قشنگه، درسته که این آقای اقبال چی اقبال نویسنده خیلی معروف تعریف کرده در مجله یادم میرید در مجله سابق خیلی تعریف کرده بود از این کتاب. بله. خب من تو قربت دنبال چیزم، ولی خوردم به فکر موسیقی مملکت، خیلی ممنون و فلان، اینا خیلی تشویق کرده بود. بله. خب آی خورم اقبال آشتیانی. آها بله. خب داشتم در مقدمه این گلستان موسیقی چند خطی توجه رو جلب کرد، اجازه بدید اون رو براتون بازگو کنم و همینطور دوستان عزیز. نوشتید که به خصوص در همین دوران از خانه پا کشیدن و به دامن غربت دویدن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می رود. بعد اضافه کردیم بله که کلیه نوارهای موسیقی اصیل موجود از بین رفت و تمام کتابهای مربوط به موسیقی منهدم شد. امروز جز تعدادی از نوارهای کاست که در خارج از کشور در اختیار مردم چیزی باقی نمونده و چنانچه آنها هم بر روی نوارهای ریل ضبط و
نگهداری نشه تا چند سال دیگر احتمالاً آنها هم از بین خواهند رفت. این جملات رو آقای خرم شما در سال 1986 در این کتاب نوشتید. از اون زمان تا به حال چه کارهایی انجام شده برای حفظ اون چیزی که باقی مونده از این گنجینه نفیس موسیقی اصیل ایرانی؟ عرض کنم حضورتون که خوشبختانه با اومدن اینترنت و کامپیوتر و فلان اینا یه خورده جنبی جور شد. مردم هر چی داشتن ریختن تو کامپیوتر و دیگران هم ضبط کردن، نگهداری کردن. بله. اکثران هستن کسایی کلکسیونرای اینا رو نگهداری میکنن. خیلی قشنگ. ولی اون که عرض کردم در اون زمان، چون من شنیدم تمام این نوارهای قدیمی برمیدارن روش چیزای دیگه ضبط میکنن و تمام موسیقی ها رو از بین میبره. ولی بعدا مثل این که عوض شد دیگه سبک. بله. این کار دیگه نکردن. خب آقای خرم، قبل از این که یک پیامی کوتاهی پخش بکنیم و بعدا میخوایم یک ویدیو کلیپ با هم ببینیم، آیا هیچ خاطره ای دارید، هیچ ناگفته ای که تا حالا هیچ جا نگفته باشید، امشب برای اولین بار از طریق تلویزیون صدای آمریکا بخواین اونو با مردم ایران قسمت بکنین، این خاطره رو؟ خاطره والا یه خاطره خنده‌دار به ذهنم رسید، عرض بکنم الان؟ خواهش میکنم بفهمید، سراپا گوشیم. عرض کنم حضورت که با شادروان الهه رفته بودیم چیز آلمان، خواستم کنسرت بدیم اونجا. یه روزی حواس کردیم که بریم چیز بریم یه شهر دیگه بازدید فلان. بله. پروازه ها اتوبوس سوار شدیم، اتوبوس هم خیلی پر بود، همه همینطور وایساده بودن، دستشون گرفته بودن صف و وایساده بودن. الهه هم همینطور وایساد. بالاخره یه آقای پاشو جاشه داد به خانم الهه. ایشون نشست و یه دفعه به من گفت، به من میگفت آخرم. از اون وقتی شاگرد من بود به من میگفت آخرم. آخرم آخرم. گفتم ها، گفت پشت نگاه کن. من پشتم نگاه کردم، خودم خندم گرفت. یه آقای محترمی بودن، قد بلند، یک سیبیل داشتم باور کنید هر طرفش 10 سانتی متر اومده اینجوری. و این اتوبوس هم که میرفت تکون میخورد. من تعجب کردم که این چجوری این سیبیل مثلا خم نمیشه، مثل دوتا خط. گفتش که این آقا، به زبان فارسی، این آقا راحت دیگه، میتونه قشنگ رو دیوار صاف بدوه. من جلاترم شروع کردم خندیدن، خودشم خندید. یه دفعه آقای برگشت کن خانم با منه؟ این هل شد، عوض که بگی نه با شما نبودم بلا. آره بله بله با تو. من دیگه خیلی خندم گرفت که بود به اتوبوس نگرداشت زود اومدیم پایین. دیگه اومد پایین شروع کرد به خندیدن. هیچ وقت یادم نمیره که آقا خانم با منه؟ گفت بله بله بله. خاطره بود که من هیچ وقت یادم نمیره. بسیار عالی. آقای خرم، یک ایمیل دریافت کردیم. حسین از مشهد نوشته ممنون از دعوت از استاد عطاالله خرم. من با اسم استاد فقط به یاد زنده یاد ویگن میافتم. نمیشود از استاد گفت و نامی از پرویز وکیلی نبرد. ترانه سرای بزرگ و متاسفانه. بله الان دارم. ناشناخته ترانه بی ستاره ها. بله. میگوید مرا همیشه به یاد کودکی و از همه مهمتر زنده یاد پدرم میاندازد. ممنون از خاطر سازی های استاد. بله من عرض کنم حضورتون که اتفاقا من اینجا یادداشت کردم که شعرهایی که با هم کار کردیم اسمی ازشون ببریم. جناب دکتر نگرسینا شادروان، جناب معینی کرمانشاهی، دکتر سیروس آریمپور، همونی که شادمان ساخته، بارونبار رو ساخته. بله. مرحوم نوذر فرنگ، روح شاد، که این اسب سم طلا و فلان اینا رو، چه شاعری. پرویز وکیلی که بیشتر این کارهای ما رو ایشون ساخته، روح شاد. نظام فاطمی، استاد نظام فاطمی، رضا شمسا، اینا اونا که یادم مونده شعرهایی بودن که با ما کار کردن و هرچی آهنگ ما داشتیم اگه موفق شده اینها هم سهیم بودن.
من وظیفه خودم میدونم که اینجا قدردانی بکنم از اینا. بسیار هم خوب. خب بله. آقای خرم حتما میدونید که بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران و مناقشه بر سر نتیجهش و سرکوب تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم توسط نیروهای حکومت، الهام بخش بسیاری از هنرمندان شده این وقایع ایران، تهیه و تنظیم کردن تصنیف‌های رو از این دست. اول از همه دوست داریم نظر شما رو بدونیم در مورد اون چه که در ایران گذشته این چند ماهه. آیت الله خرم، عرض کنم حضورتون که واضحه که انسان اگر یه انسان باشه وقتی این مناظر میبینه، دختر مردم، پسر جوان مردم افتاده خاک خون که الان من مشاهده کردم، واقعا جگرش آتیش میگیره. من نمیدونم این آقایون پاسدارا بسیجیا خودشون اولاد ندارن چطور حاضر میشن که فرض کن اینجوری بزنن خون بریزه از کلش تا پایین، یا خدای نخواسته از بین برستن، چطور ممکن ناراحت نباشم؟ پروازه هر کسی که اسمش انسان گذاشته باشه واسه ناراحت بشه، چیزی نیست. اینا کاری ندارن، آزادی میخوان. جوون میخواد مثل امروز آزاد باشه، مثل همه جای دنیا، چیزی دیگه نمیخواد. نمیخواد حکومت عوض کنه، هیچی، فقط میخواد آزادی داشته باشه. اینه میخواد. وقتی که زور میارم برش میگه حکومت هم نمیخوام، حکومت بره. این نظر منه. بله. بسیار خوب. آیا خودتون قصد همکاری دارین آقای خرم با یک ترانه سرا یک آهنگی بسازید برای منظور؟ من ساختم یه سرود ساختم، عرض کنم بزرگتون که دنبال یه شاعر خوب میگردم که البته منم پیدا کردم. این آقای عرض کنم بزرگتون که دوست و محترم که اسمش یادم خلبان بودن، الان تو رادیو صدای ایران صحبت میکنن، بسیار شعرهای قشنگ ساختن ایشون. بله بله به فکرش هستم. خب اگر بله. اگر اسم... انشالله که اگر اسم اون شخص هم به یادتون آمد بعد نیست بگید. حتما الان یادم میاد. بله بسیار خوب. اجازه بدید یک کامنت کوتاهی رو در روی فیسبوک دیدم امروز، دوستی به نام لیلا اینو گذاشته در فیسبوک، میگوید نام استاد خرم را بیشتر در کنار ترانه های ماندگار ویگن میشناسیم، ولی شنیدن تصنیف مگه نه که از ساخته های بیبدیل ایشان است و با صدای استاد شجریان مزین شده، با شادترین و غمگین ترین لحظات زندگی هم پیوندی ناگسستنی بسته است. یک روزی قصه پرقصه ما تموم میشه، آخرش نقطه پایان کتابی، مگه نه؟ آخ آخ آخ، خیلی خوب شد که این خانم این محبت فرمودن که من یاد بیژن عزیز افتادم. بیژن سمندر نازنین که از اینجا سلام میکنم بهش، کسالت داره، سالهاست کسالت داره، و این شعر بسیار 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 قشنگ مال بیژن که بند آهنگ ساختم روش. بله. استاد شجریان هم با اون لطافت صدا واقعا استاد، بی خود نمیگم بهش استاد، من در دفتر هنر مفصلا نوشتم چرا استاد شجریان، دلیلش چیه میگن استاد، چرا دیگران نمیگن استاد. بله شعرش مال بیژنش سمندره، استاد شجریان هم اجرا کرده، مال بنده است. بله. مگر یه روزی قصه پر قصه امام تموم میشه، آخرش نقطه پایان کتابی، مگه نه؟ مگه نه. استاد شما خودتون هنوز موسیقی تدریس میکنید در لس آنجلس؟ بله بله بله، من چند تا شاگرد دارم. آها. برای اینکه سرم گرم بشه. خب قبل از اینکه به چند تا تلفن هم پاسخ بدیم، یه قطعه ای فکر کنم اگه آماده پخش باشه از چند تا از شاگردای شما هستش، اجازه بدید اینو با هم ببینیم آقای خرم، و بعد به تلفن ها پاسخ بدیم از گوش و کنار جهان. با اجازهتون میبینیم پس. در خدمت.
زنده باد آقای خرم، اینا همه شاگردای شما بودن؟ بله بله اینا بله بله دیگه. حالا عرض میکنم بزرگتون که اینجا اینو مربوط بود بزرگداشت من در سال 2007 یه بزرگداشت در سالیبریتی سنتر به سرپرستی دکتر اقتا نازنین بله دوست صمیمی بنده که ایشون گویندگی صحنه را عرض کنم بزرگتون که گویندگی صحنه را خودشون قبول کردن، اینا خوبه تصویرشون اومد. بله بعدن خدا بیا برز آقای مروبتی نازنین دوست خوبم که الان میبینیمشون بله 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 محبت کردن به من جایزه ای دادن. خب ایداده بیداد خب ناراحت شدم برای اینکه دیگه این دوستو نداریم. بله آقای انقطا خیلی زحمت کشیدن، آقای جمشید شیبانی داره لطف میکنه خدا بیامرزه محبت میکنن. بله این خانم که ملازم بفرمید خانم پاملا خواننده اپراست و رئیس قسمت هنری سالیبریتی سنتره که ملازم بفرمید. بله این خانم آهنگ بی ستاره های من شنید خیلی خوشش من گفت من میشینی بخونم، گفتم چه نمیشه و خوند اونجا تو چیز هست سال نمیدونم پخش بکنن یادم. بله خب استاد اجازه بدید یه چند تا تلفن هم پاسخ بدیم، ایمیل های زیادی هم براتون اومده، اگر اجازه بدید به قم میرویم، با قم شروع میکنیم. جواد در قم لطفاً سوالتون رو مطرح کنید برای آیت الله خرم. جواد جان لطفاً صدای تلویزیونتون رو کم کنید که از طریق تلفن صحبت کنید. ممنون. اگر آماده هستید بفرمایید. سلام. لطفاً سریع بفرمایید جواد جان. فرصتتون بسیار کم. ممنونم. ضمن تبریک و شادداشت به مناسبت ورود همچون استاد عزیز و ارجمندی به برنامه‌تون خیلی خوشحال شدم با این استاندارد ما ایرانی ها این چنین اساتیدی وقتی میان پشت تلویزیون واقعاً ما دچار سالیشون برای ما زنده باشه و به اطلاع موسیقی ما کمک کنه. خیلی ممنون از اینکه از این ممنونیم از شما جواد در قم. آقای خرم اجازه بدید به یکی دیگه از تلفن کننده ها پاسخ بدید. آقای جواد خیلی ممنونم عزیزم. بله الان جواد دیگه روی خط نیست متاسفانه. به آلمان می رویم، خانم مهرافا اگر اشتباه نکنم در آلمان. خانم سلام بر شما، بفرمایید. سلام آقای فرهودی، خیلی از برنامه‌تون متشکر که همچین اساتید خیلی مهم و واقعا آدم یاد جوانی های من خودم یاد جوانی های خودم میفتم. خیلی آهنگای زیبا خیلی قشنگ و خیلی سلام عرض میکنم خدمت آقای عطالله خرم که واقعا از دیدنتون خیلی خوشحال شدم و گفته بودین که آهنگایی که شما برای گوش ساختین ازتون آقای فرهودی پرسیدن که چطور هستش با آهنگایی که جدیدن خوندن این 7-8 سال اخیر. خواستم بگم که واقعا آهنگایی که شما ساختین تمام خاطرات جوانی ما و بچگی های ما هستش و هیچ وقت این آهنگایی که برای گوش ساختین اصلا واقعا نمیفته از مد و همیشه این خاطره ها در وجود ما هستش و آهنگای جدیدشو من خودم به شخصه اصلا نه دوست دارم نه خوشم میاد و نه اصلا یک کلامیشو میفهمم که چی هستش. باز از شما خیلی تشکر میکنم و از آقای فرهودی هم خیلی تشکر میکنم که همچین مهمانای عالی قدر رو میارین. ممنونیم از شما، سپاسگزاریم. بی‌نهایت سپاسگزارم خانم، بی‌نهایت ممنونم. خب آقای خرم اجازه بدید چند تا ایمیل رو براتون بخونم. شیما نوشته ما از دور به دستان ایشون بوسه میزنیم، خاطرات کودکی ما زنده شد، مثل خانم مهرافا در آلمان. پاریس داریوش میگوید از استاد بپرسید آهنگ ترانه رفتم که رفتم مرضیه را در کجا و در چه شرایط ساختند. آقای خرم رفتم که رفتم؟ بله رفتم که رفتم. خدا بیامرزه مال من نیست عزیزم. اون مال استاد فقید تجویدی عزیز. بله. روحش شاد. رفتم که رفتم مالش. من بله. رفتم الهه و عرض کنم ویگن خونده. گریزانم از دیدارت رفتم. این مال من. این رفتم مال منه.
خب میتونین اینو بگین در چه شرایطی ساختین حالا همین رفتم خودتونو؟ آها اتفاقا جالبه، عید بود برنامه داشتیم تو چیز تو آبادان با بلیط هواپیما گیرمون نیومد، با قطار رفتیم. رفتیم دوستایی داشتیم اونجا که خودتون هم میدونین کی بودن، محبت کردم برای ما بلیط درست کردن. عرض کنم حضور محترم چون رفتیم نشستیم بله. این قطار که حرکت کرد رفتم گریزانم از بیلاخر بله. اون وقت من سیگار میکشیدم، سیگار همای پنجاتایی رون خط کشیدم، این رو نوشتم بله. خب استاد قبل از این که ایمیل بذاری اجازه بگیر تلفن دیگه بگیریم و بعد یک ایمیل دیگه میخونیم. به آلمان میرویم. محمد در آلمان سلام بر شما، بفرمایید. سلام علیکم. عرض کنم خدمت شما سرودی، در وهله اول میخواستم واقعا ازتون تشکر کنم. کاری که شما میکنید انقدر ارزشمنده. این استادا متاسفانه چهره شون برای نسل جدید خیلی ناشناخته است. من امشب خیلی خوشحالم که تونستم به دخترم یه استادی رو اینجا از طریق تلویزیون شما نشون بدم و معرفی کنم که واقعاً چهره این اساتید رو ببینن، بشناسن. اینا کسایی هستن که واقعاً گنجینه‌های با ارزشی هستن و ما متاسفانه این امکانات رو بعد از انقلاب نداریم که بتونیم این اساتید رو به اون نحوی که باید و شاید ازشون قدردانی کنیم و نسل جدید ما خیلی به سختی میتونه ارتباطی رو با اون موزیکی که از قدیم الان میشنم. من دخترم الان زیر 4 سال سنشه، ولی باور کنید موزیکی رو که از زمان سابق همین خانم گوگوش از آهنگای ایشون گوش میکنه انقدر لذت میبره. خیلی هاشو با این سنش حفظه، یعنی اصلا من بله. باور نمیتونم بکنم وقتی نگاه میکنم میبینم واقعا همونجوری که صحبتش شد با موزیکی که الان داره توی این دوره برای ایشون ساخته میشه هیچ ارتباطی رو حتی یه بچه 4 ساله نمیتونه برقرار کنه، ولی با موزیکی که از اون دوران به الان به دست ما رسیده ایشون یه ارتباط خیلی خوبی رو برقرار میکنه. این آهنگا رو با این سن سالش داره. ممنونیم از شما، سپاسگزاریم که نظرتون ابرازشین. صحبتی دارین آقای خرم؟ کوتاه بفرمایید. بسیار عالی بود، بسیار متشکرم، بسیار عالی آنالیز کردن اون همون چیز حرفی که من میخواستم بزنم ایشون زدن. بله من از اینجا این دختر 4 سالشون رو میبوسم. بله خب اجازه بدید یک تلفنی به ما شد از طرف آقای محمد حسین آقاسی وکیل آقای شجریان. میگویند ترانه ای که پخش شد در برنامه امروز دو روز اول منسوب به استاد شجریان و خانم پریسا توسط ایشون وکیل آقای شجریان تکذیب میشه. این ترانه توسط شخص دیگری اجرا شده و استاد شجریان چنین ترانه ای رو اجرا نکرده است. این صحبتیه که آقای محمد حسین آقاسی برای ما به صورت ایمیل فرستاده بودن. آقای خرم عزیز اجازه بدید به دانمارک بریم. تلفنی داریم از میمی در دانمارک و فرصت بسیار اندکی داریم. لطفاً سوال خودتون رو مطرح کنید برای استاد خرم، بفرمایید. من ضمن سلام به آقای مهندس خرم خواستم فقط از ایشون قدردانی بکنم به خاطر تمام زحماتی که در این دوران برای همه ما کشیدن و باعث افتخار همه مردم ایران هستند. انشالله روزی بشه که ما بتونیم در ایران بزرگترین مراسم بزرگداشت و قدردانی رو از ایشون به عمل بیاریم. بله. و خواهشم اینه که اگر براشون امکان داره بتونن یک آهنگی رو، ترانه ای رو در رابطه با این وقایع اخیر ایران با اون به اصطلاح خواننده‌ای که خودشون براشون ارزش قائل هستن درست بکنن که به گوش همه هموطنان برسه. ممنونی، سپاسگزاریم. آیه خرم اگه نظری داریم بفرمایید. خیلی متشکرم. فقط که نکته این رافی ایشون فرمودن که مهندس خرم، بنده مهندس نیستم، مهندس خرم همایون جان از دوستان بنده است. اتفاقا 2-3 روز قبلم باهاش صحبت کردم، با ایشون، با آقای لشکری، جواد لشکری. من تیتر مهندسی ندارم. نه. اتفاقا یکی سوال ممنونم از خانم. بله یکی سوال کرده بود فرهاد در تهران که آیا شما نسبتی دارید با
مهندس همایون خرم نسبت نداریم، هر دو تامون رئیس ارکستر بودیم، هر دو تامون بله. عضو ارکستر سبا بودیم، بله. دوستم هستیم، خیلی هم دوستیم با هم دیگه، بله. چند سال قبلم اینجا تشریف داشتم و در خدمتشون بودیم، بله. خب بسیار خودم هم عاشق آهنگاش ایشون هستم، بله. خیلی دوست دارم. جناب عطاله خرم، فرهاد در تهران در قسمت دیگری از ایمیلش نوشته به استاد بفرمایید که آثار ایشان از گذر زمان گذشته و با تاریخ ایران عجین شده و ما جوانان داخل ایران به خوبی با کارهای ایشان آشناییم، چرا که متاسفانه در این سالها هیچ آهنگساز و خواننده‌ای به پای هنرمندان قبل از انقلاب نرسیده و با این وضعیت نیز نخواهد رسید. و ایمیل دیگری داریم، میگویند که نام شاعر مورد نظر استاد گرامی آقای حسن رضوی است. آیه خورم حسن رضوی، بله، زنده باشین آقا، خیلی ممنونم، بله آقای حسن رضوی. خب آیه خورم، حدود 30 ثانیه فرصت داریم، کلام آخر با شما، حرفی چیزی دارید با جوانان ایرانی بزنید در این ثانیه‌های آخر برای عرض کنم حضور محترمتون، همینطور که عرض کردم من عاشق جوانای ایرانی هستم، از اینجا بازم مجددا به همشون سلام میکنم، میبوسمشون، آرزو دارم که همشون همینطور که اینجا موفق هستن اونجا هم موفق باشن در کاراشون. عرض کنم حضورتون که شنیدم این اواخر آقای منوچهر بگلری با آقای باز آقا یادم رفت اسمشون، یه یک آقای دیگه، بله. آهنگساز نازنینیه، عرض کنم حضورتون که خب. چند قطعه از آهنگای منو دارن به صورت سی دی در میارن، بله. موافقت کردم که کار بکنم. ممنون. خب دفعه. ممنونیم استاد خرم، فرصتون به پایان رسید، سپاسگزارم از حضورتون در برنامه دو روز اول، تندرستی و موفقیت شما رو آرزومندیم. از شما جناب فرهودی، بله، سپاس میکنم، تشکر ممنونیم. میکنم ممنونیم. از اینکه بنده رو دعوت فرمودید، خیلی ممنونم. دوستان عزیز، برنامه رو در همین جا به پایان میبرم، با سپاس از همراهیتون. شنبه آینده یادی از برنامه گلها و بنیانگذار اون داوود پیرنیا خواهیم داشت. ایام بکام و شب و روزتان خوش.